سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. شهر کردنشین کوبانی از دست گروه تروریستی داعش آزاد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به نقل از منابع خود گزارش داد مدافعین کوبانی بعد از عقب راندن پیکارجویان داعش کنترل کامل این شهر را به دست گرفتند. با این حال خبرگزاری ها از وقوع درگیری های پراکنده در حاشیه شرقی کوبانی خبر دادند. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه حدود چهار ماه پیش در جریان حملات شدید داعش در خطر سقوط کامل قرار گرفت آزادی کامل این شهر پیروزی بزرگی برای نیروهای کرد و همینطور ضربه سختی به داعش خواهد بود که حدود هزار نفر از نیروی خود را از زمان آغاز حمله به این شهر از دست داده است حزب سیریزا در یونان که مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی است برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. آلکسی سیپراس رهبر حزب پیروز در این انتخابات وعده داده به ریاضت های اقتصادی کشورش پایان دهد و برای بخشش بدهی های خارجی وارد مذاکره شود. واکنش مقام های اروپایی به این وعده ها نشان می داد که نخست وزیر جدید راه دشواری پیش رو دارد. حزب سیریزا در یونان که مخالف سیاست های ریاست اقتصادی است برنده یک پیروزی روشن در انتخابات عمومی شده و یونان را بر سر طرح نجات بزرگ مالی در مسیر برخورد بالقوه با اتحادیه اروپا قرار داده است. مردم یونان با دادن رأی گسترده به حزب چپگرای سیریزا خواست خود را به پایان یافتن سیاست ریاست اقتصادی در کشورشان اعلام کردند. آلکسی سیپراس رهبر حزب سریزا نیز وعده داد که به رنج و تحقیرهای سالهای اخیر خاتمه دهد و سختگیری های اقتصادی را لغو کند طبق آخرین نتایج به دست آمده حزب سریزا اگرچه به اکثریت مطلق کرسیهای های پارلمان دست نیافته اما توانسته است 149 کرسی از 300 کرسی را به خود اختصاص دهد آنتونینو ساماراس نخست وزیر کنونی یونان که رهبر حزب دموکراسی نو است متعمل شکستی سنگین شده است حزب او تنها به 76 کرسی در پارلمان جدید یونان دست یافته است به ناکامی خود در این انتخابات را پذیرفت و گفت که نتایج آن بازتابنده خاص مردم است و باید آن را قبول کرد این سیاستمدار کار برای بسیاری از یونانی ها نماد ریاضت های اقتصادی محسوب می شود. الکسی پروس چهل ساله که حال سمت نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت جوانترین رئیس دولت در یونان در طی 150 سال گذشته محسوب می شود. به روز دوشنبه ششم بهمن در دیدار با کارلوس پاپولیاس رئیس جمهوری یونان در مورد تشکیل دولت جدید به بحث و رایزنی می پردازد. حزب سریزا برای پیشبرد برنامه های خود و تشکیل دولت ناگزیر به اعتلاف است. حزب پوپوتامی که 17 کرسی و حزب ملی یونانیان مستقل که 13 کرسی در پارلمان به دست آورده از شریکان احتمالی این اطلاف محسوب می شوند. آلکسی سیپراس از جمله قول داده است که روحل تازه برای کاهش بدهی های یونان بیابد و با اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا که با بسته های کمک های عظیم مالی یونان را از خطر ورشکستگی نجات داده بودند وارد مذاکراتی تازه شود کشور یونان از زمان آغاز بحران مالیش در سال 2010 تا کنون مبلغ 240 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرد و برای بازپرداخت این بدهی های سنگین ناگزیر شد ریاضت های اقتصادی در پیش گیرد این سختگیری های اقتصادی نارضایتی شدید یونانی ها را در پی داشت و پیروزی حزب چپگرای سریزا نیز نماینگر این ناخشنودی هاست. سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان نیز تنها تا اندازه این نتیجه بخش بوده است. نرخ بیکاری در این کشور همچنان 25 درصد بالغ می شود. با پیروزی حزب چپگرای سریزا در انتخابات یونان بحث و گمان ها درباره آینده این کشور در اتحادیه اروپا بار دیگر بالا گرفته است. نتیجه انتخابات یونان سبب شد که ارزش یورو واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مقابل دلار به پایین ترین حد خود در 11 سال گذشته برسد. موفقیت مخالفان ریاضت کشی در یونان با گوناگونی را در پیداشته است. مارتین شولتز رئیس آلمانی پارلمان اروپا روز دوشنبه 26 ژانویه در این ارتباط گفته است یونان نمیتواند از همپیمانان اروپایی خود انتظار ملاحظات و کمک های گسترده مالی داشته باشد و همچنین تصریح کرد خواست سیپراس از اینکه یونان از پرداخت بین بین‌المللیش معاف شود امری غیر واقع بینانه است به اعتقاد شولتز باید در شرایط کنونی رشد اقتصادی یونان را از طریق سرمایه گذاری ها افزایش داد و درآمدهای دولتی را از طریق اصلاح نظام دریافت مالیات بیشتر کرد از دیگر دیوید کمرون نخست وزیر انگلیس پس از پیروزی حزب سریزا در انتخابات پارلمانی از روند کنونی ابراز نگرانی کرد و در پیامی که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد گفت نتایج انتخابات یونان به نابسامانی اقتصادی در اروپا دامن خواهد زد. وزیران دارای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 26 ژانویه در بروکسل گرده هم می آیند تا درباره نتایج انتخابات یونان و پیامدهای آن برای این اتحادیه بحث و مشورت کنند. زلزله به شدت پنج ریشتر در نیمه شب یک شنبه را لرزاند و بسیاری از مردم این شهر را از خانه بیرون کشید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت 23 و 41 دقیقه به وقوع پیوست است. مرکز این زمین لرزه در 31 کیلومتری شمال بندرعباس و در عمق 8 کیلومتری زمین گزارش شده است. گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله منتشر نشده است. رسانه های ایران گزارش دادند مدیر یک مدرسه در جنوب استان سیستان و بلوچستان مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است. علی رضا نخعی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفته انگیزه و هویت زارب مشخص شده و این افراد از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی تحت تعقیب و پیگیری قرار دارند. از ابتدای سال 93 تا کنون چهار معلم به دلیل حملات مسلحانه در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه هشدار داده جمهوری اسلامی علاوه بر بازگشایی جبهه جدید در کرانه باختری حمله موشکی اسرائیل به کاروان نظامی حزب الله در سوریه را به طور ویژه تلافی خواهد کرد حمله هفته گذشته اسرائیل به یک کاروان نظامیان حزب الله که منجر به کشته شدن یک فرمانده سپاه شد، با خشم گسترده فرماندهان این نیروی نظامی مواجه شده است. سایت مشرق نیوز یکی از سایت های وابسته به سپاه پاسداران نیز با انتشار نام برخی از فرزندان مقام های اسرائیل از جمله فرزندان بنیامین نتانیاهو، ایهود اولمرت و آریل شارون نخست وزیر فعلی و پیشین اسرائیل اعلام کرد منتظر شکار آنها از سوی حزب الله لبنان باشند. یک وبسایت خبری نزدیک به دولت روحانی از تنش لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این شورا خبر داده که موجب اوقات تلخی روحانی و نیمه کار نشست این شورا شده است حسام دین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران اما ترک جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی آقای روحانی را رو رد کرده است پیاده روی جواد ظریف و جانکری در ژنو در جریان گفتگوهای دو طرف موضوع تنش و قهر روحانی بوده است وبسایت خبری انتخاب که از دولت حسن روحانی پشتیبانی می کند در گزارش کوتاهی نوشت جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل اوقات تلخی رئیس جمهور با یکی از اعضای شورا نیمه کار تعطیل شده است در این جلسه که اول بهمن برگزار شده است یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به برخی اقدامات در دستگاه سیاست خارجی و همچنین پیاده روی ظریف با جان کری انتقاداتی را مطرح می کند. پس از سخنان این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که انتخاب نامی از او نبرده حسن روحانی به شدت برافروخته شده و اظهارات این فرد را عوامانه و از روی کم اطلاعی میخواند. به نوشته انتخاب، واکنش رئیس جمهور اما باعث تشدید این برخورد لفظی می شود و نهایتا روحانی به حالت قهر جلسه را ترک می کند. از سوی دیگر پیاده روی جواد ظریف با جان کری در جریان آخرین دور مذاکرات این دو که روز چهارشنبه 14 ژانویه در ژنو انجام شد به یکی از سوژه های, های از حاکمیت ایران در انتقاد از سیاست خارجی و مذاکرات هستهای دولت روحانی مبدل شده است. این انتقادها در روزهای اخیر به تریبون های نماز جمعه و مجلس نیز رسیده است. گفتگوی آرام و دوستانه دو وزیر خارجه که از چشم دوربین رسانه ها دور نمانده، ظاهرا از انتظار آنها از مذاکرات هستهای فراتر رفته است. برخی تحلیلگران میگویند تلقی اصولگرایان افراطی از این مذاکرات گفتگو با دشمن برای کاستن از شر آن و گرفتن بهانه از دست اوست اما جست صمیمانه ظریف در تصاویری که از قدم زدنهای دو وزیر خارجه منتشر شده رفتار با نماینده یک دولت دشمن نیست بخشهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی نگران آن است که مذاکرات در چنین فضایی نه تنها به توافق میان دو طرف بر سر برنامه هسته‌ای بلکه فراتر از آن به عادی مناسبات ایران با قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا منجر شود. این نگرانی در اظهارات اخیر کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران منعکس بود. او گفت اینکه ما در انظار عمومی در چنین شرایطی با آنها قدم بزنیم و خوشوبش کنیم در شعن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و ملت ما این را نمیپسندد. پیش از کازم صدیقی سردار نقدی فرمانده نیروهای بسیج با انتقاد از ظریف از او خواسته بود به طور رسمی از مردم عذرخواهی کند نقدی قدم زدن ظریف با کری و سفرش به پاریس را اشتباهی غیر قابل تحمل خوانده است روز شنبه نیز 21 نماینده مجلس در قالب سوال از وزیر خارجه خطاب به جواد ظریف نوشته و گفتند پیاده روی نمایدین شما با وزیر امور خارجه آمریکا و سفر به کشور فرانسه آن هم در زمان حتاکی چند باره نشریه شالی ابدو به مقدسات مسلمانان هیچ یک شایسته شعن وزیر خارجه ایران نبود. نمایندگان از وزیر خارجه ایران پرسیدند چرا به این رفتارهای خارج از عرف سفیر جمهوری اسلامی پایان نمی دهید؟ و بدون حاشیه به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی در انجام مذاکره نمی پردازید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت انتقادها به قدم زدن جواب ظریف با جانکری را خیلی سخیف خواند. در رویداد مرتبط دیگری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت: نیاز به اراده سیاسی در طرف مذاکرات با ایران وجود دارد تا گفتگوها زودتر به نتیجه برسد. حسن روحانی در دیدار با وزیر خارجه کرواسی گفت ایران در موضوع هستئی خواهان استفاده سلحامیز از انرژی هستئی و بهرهمندی از حقوق خود در چارچوب مقررات بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هستئی NPT است. در تحولی دیگر، سایت خبری فرارو به نقل از عباس عراقچی سرپرست هیئت ایرانی نوشت مذاکرات به قدری پیچیده است که نمی شود به سرعت به نتیجه رسید. با این حال تلاشا ادامه دارد و جدیت در طرف مقابل نیز دیده می شود. عراقچی می گوید در این دور از مذاکرات بر سر موضوعهای مختلف به بیجه مسائل مهمی چون غنیسازی و تحریم ها بحث شده که به گفته ای او جزئیات مفصل و پیچیده ای دارد. پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ای ایران پس از رایزنی های فشرده با همتای آمریکایی خود جان کری در ژنو و ملاقات با وزیران خارجه آلمان و فرانسه گفته بود مذاکرات پیچیده شده و وارد جزئیات شده ایم. سناتور لینسی گرهام در یک برنامه رادیویی گفت کنگره باید حرف آخر را در هر توافق هسته ای با ایران بزند او که به تازگی از سفر خاورمیانه میانه خود بازگشته است گفت عرب و اسرائیل به او گفتند اگر توافق اتمی با ایران انجام شود آنگاه شما با یک مسابقه هستهای در خاور میانه روبرو خواهید شد کنگره آمریکا خواستار سختگیری بیشتر در مذاکرات هسته‌ای است و طرحهای مختلفی را در این زمینه در دست بررسی دارد اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده اگر کنگره تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند آن را وتو خواهد کرد منابع دولتی در مصر اعلام کردند در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در چهارمین سالگرد تظاهرات 25 ژانویه که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد، دست کم 15 نفر کشته شدند. در خبر دیگر از این کشور، علا و جمال مبارک، پسران حسنی مبارک بامداد با امروز دوشنبه از زندان توره در جنوب قاهره آزاد شدند. هفته گذشته دادگاهی در مصر رأی به آزادی آنها تا زمان محاکمه مجددشان در ارتباط با اتهامات مربوط به فساد مالی را داد. جمال و علا مبارک به غیر از اتهام فساد با اتهام اختلال در بازار سهام هم روبرو هستند. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر هند از توافق بر سر طرح تازه‌ای در رابطه با بیمه تأسیسات خصوصی هند خبر دادند که راه را رو برای حضور شرکت‌های آمریکایی در احداث این تأسیسات هموارتر می‌کند. جزئیات طرح جدید بیمه هنوز اعلام نشده اما دیپلمات‌های های هندی و آمریکایی گفتند که ایده کلی ماجرا این است که بیمهگران مخاطرات اقتصادی تصادفات احتمالی را بپذیرند آقای اوباما روز یکشنبه وارد دهلی نو شد و قرار است امروز دوشنبه در جشن ملی روز جمهوری هند شرکت کند کمتر از شش ماه مانده به انتخابات پارلمانی در ترکیه نتایج یک نظرسنجی حکایت از کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه دارد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از سال 2002 قدرت را در این کشور در دست دارد بهنام امنی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد سونار یه مؤسسه نظرسنجی معتبر در ترکیه هستش این مؤسسه اخیرا نظرسنجی در مورد میزان محبوبیت حزب دارد و توسعه انجام داده روزنامه سوزجو ترکیه که یکی از روزنامه های منتقد دولت هستش نتایج این نظرسنجی رو منتشر کرده که نکات جالبی هم در اون دیده میشه این توضیح رو بدم که این نظرسنجی در 26 استان ترکیه و از یک نمونه آماری 3000 نفری انجام شده اما نخواستن که بر اساس نتایج این نظرسنجی میزان کسب آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی خرداد ماه آینده حدود 38 ممیز درصد خواهد بود که یک کاهش حدودا 10 درصدی رو نسبت به دوره انتخاباتی قبل نشون میده این حزب میدونیم در انتخابات شهرداری ها که نوروز امسال برگزار شد با کسب 45 درصد آرا به صورت چشمگیری از رقباش پیشی گرفته بود در انتخابات ریاست جمهوری هم تقریبا وضعیت به همین صورت بود رقیب جدی در این زمینه حزب عدالت و توسعه نداشت با این همه اگرچه در طبق نظرسنجی موسسه سونار میزان محبوبیت آرای این حزب در انتخابات پارلمانی خرداد ماه کمتر از گذشته خواهد بود اما خب از آن سو هم شاید افزایش آرای دیگر رقبا در این نظرسنجی نیستیم و با وجود این شرایط هنوز باید گفت که حزب دارد و توسعه باید تفاوت تقریبا ده درصدی پیشتاز هستش منتها باز هم این پیشبینی ها میتونه تغییر کنه این آمار به نوعی تابعی از شرایط داخلی و تحولات ماهای آینده هم خواهد بود از جمله مسئله صلح با کردها خیلی تو این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه اگر مذاکرات صلح تا پیش از خورداد ماه به نتیجه برسه خب باز هم شرایط حزب ادالت و توسعه بهتر خواهد شد با این همه همانطور که گفتیم حتی با استناد به چنین پیش و نظر هنوز هم حزب و توسعه بخت انتخابات پارلمانی خرداد ماه آینده استش در این نظرسنجی همچنین چند موضوع دیگه مورد پرسش قرار گرفته نخواست که آیا سیستم ریاستی کشور که یکی از وعده های آقای اروغان هستش مورد نیاز ترکیه است یا خیر تنها حدود 24 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی نسبت به نظام ریاستی تمایل نشون دادن و بالغ بر 60 درصد نظام پارلمانی کنونی رو ترجیح دادن اما نکته جالب توجه در این نظرسنجی این هستش که محبوبیت ارتش ترکیه که در طی سالهای اخیر به حدود 65 درصد کاهش پیدا کرده بود اکنون افزایش شافته به نحوی که 83 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی ارتش در این کشور رو قابل اعتمادترین نهاد دولتی ذکر کردم پس از ارتش نهاد ریاست جمهوری با 51 درصد از دیدگاه مردم ترکیه قابل اعتمادترین ترین نهاد در این کشور هستش حالا البته همونطور که گفتیم این نتایج نظرسنجی از جامعه آماری محدود در ترکیه هستش این ارقام ممکنه به هر دلیلی تابع تغییر باشه اما آنچه مسلم هست انتخابات پارلمانی خرداد ماه آینده ترکیه آخرین نقطه امید احزاب رقیب برای توزیع بیشتر قدرت در شرایط کنونی هستش غلام علی جعفرزاده نماینده مجلس از تعیین جریمه سی میلیون تومانی برای سربازان فراری سی سال به بالای مجرد خبر داد. پیشتر عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تعداد مشمولان قایب خدمت سربازی با مدت غیبت بیش از ده سال را بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر اعلام کرده بود. روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران به نامی سرگشادی محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی پاسخ داده است. آقای بهمنی در نامی خود هرگونه ارتباط اعضای دولت محمود احمدی نژاد با بابک زنجانی را رد کرده بود. در نامی روابط عمومی ریاست جمهوری آمده است بیش از دو ممیز هفت میلیارد دلار از اموال بیت در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است و سوال این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته است به این میزان از اموال بیت دسترسی پیدا کند روابط عمومی ریاست جمهوری میگوید این مسائل نشان میدهد که با اعمال نفوذ دستهای قدرتمند پشت پرده زمینه سوء استفاده های بی سابقه ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فسادهای بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند یک عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به آغاز فعالیت آنها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری هشدار داد انتخابات خبرگان ایران سال آینده برگزار می شود. علی اسلامی عضو مجلس خبرگان رهبری بی آنکه نامی از حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد نسبت به آغاز فعالیت آنها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری هشدار داد وی گفته در شرایط حاضر ادهی به دنبال مطرح کردن برخی افراد هستند تا از طریق آنها بتوانند به اهداف مدنظر خود در مجلس خبرگان برسند به نظر میرسد اشاره وی به اکبر حاشمی رفسنجانی و حسن روحانی باشد وی افزوده این عده دنبال تشکیل شورای رهبری هستند تا شخص مد نظر خود را تعیین کنند و تا به امروز اقداماتی برای عملیاتی کردن نظر خود داشتند. اسلامی اضافه کرده این افراد بنا دارند با ایجاد فضایی در مجلس خبرگان رهبری عده اهل رأی در این مجلس داشته باشند که بتوانند در صورت نیاز تغییراتی اعمال کنند. چندی قبل نیز علیرضا زاکانی از تلاش های اکبر حاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی برای نقش آفرینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری و حسن روحانی برای تغییر ترکیب مجلس آینده خبر داده بود. زاکانی در قالب یادداشتی هاشمی، خاتمی و خمینی را خودیهای متأخر از ولایت معرفی کرده بود که میخواهند با مصادره ظرفیت ریاست جمهوری به اهداف خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری برسند. وی نوشته بود این سه نفر انتظار دارند جریان اعتدالی داشته های خود را در انتخابات مجلس خبرگان به سبد آرای آنها بریزد. احمد جنتی، کاظم صدیقی، محیدین حائری شیرازی و گروه دیگری از روحانیون نزدیک به علی خامنه از ماها پیش اعلام کردند نگران تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. آنها گفتند در صورت موفقیت هاشمی، خاتمی، خمینی و روحانی در این دو انتخابات احتمال دارد جمهوری اسلامی به خطر بیفتد. نگرانی باند اصولگرایان بیشتر از آن است که رفسنجانی به طور خصوصی گفته است مانع از ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضایی بر مجلس خبرگان خواهد شد و در عین حال اجازه نخواهد داد یک عراقی که اولین رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بود رویای رهبری پس از مرگ آیت الله خامنه ای را در سر بپروراند گفتنی است در گذشت ملک عبدالله پادشاه سعودی و انتقال آرام قدرت به برادرش ضرورت آمادگی برای مرحله پس از خامنه ای را بیش از گذشته به نقطه توجه باندهای قدرت تبدیل کرده است. رفسنجانی و اصلاح طلبان ادامه ولایت فقیر را با وضع فعلی و قدرت مطلقه غیرعملی می دانند و معتقدند رهبری باید نمادین و بدون قدرت اجرایی باشد درست مثل پادشاهان اروپا. آنها از نامزدی حسن خمینی نواده بنیانگذار رژیم اسلامی و یا شورای رهبری با حضور هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد خاتمی حمایت می کنند. در همین حال روز گذشته نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت این شورا افرادی را در جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرده که کسی جرأت رد صلاحیت آنها را نداشته و شورای نگهبان در رد صلاحیت ها انعطافی نشان نخواهد داد. جنتی این اقدام شورای نگهبان را قانونی دانسته و افزوده این شورا بر سر حفظ کیان نظام اسلامی با کسی معامله نمی کند و ای افزوده شورای نگهبان و نظام در جایی که مساهمه کرده اند زرب خورده و در پی آن افراد فاقد صلاحیت در کشور صاحب مسئولیت شدند دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود گفته ای با علم به اینکه رد صلاحیت میشوند اما با قصد ضربه زدن به اعتبار این شورا نام نویسی می کنند. جنتی خطاب به این افراد گفته شورای نگهبان بدون هیچ انعطافی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد. اظهارات احمد جنتی در واکنش به طرح برخی پیشبینی ها و نگرانی ها در خصوص رد صلاحیت های گسترده در انتخابات آینده مجلس از سوی شورای نگهبان بیان شده است. شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرد که آقای جنتی به طور تلویحی این رد صلاحیت را یکی از افتخارات این شورا می داند. در دو هفته اخیر نیز برخی سایت های کار با انتشار تصاویری از سفرهای استانی حسن روحانی از آغاز فعالیت های رسمی وی برای انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری خبر دادند. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفق بودجه مجلس اعلام کرد شرکت های تابعی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف شدند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ماه گذشته نمایندگان مجلس آستان قدس و مؤسسه های زیر نیروهای مسلح را موظف پرداخت مالیات مستقیم کرده بودند آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین مجموعه های مذهبی و اقتصادی در ایران است که گزارش از گردش مالی آن در دسترس نیست آستانه قدس رضوی به همراه بسیاری دیگر از مجموع ها و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از هر گونه بازرسی مسوم بوده و از پرداخت مالیات معاف هستند. سیزده نماینده مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی با بیان اینکه یکی از مسئولان ارشد دفتر ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف است خواهان برکناری مسئولان بلندپایه دولتی شدند که به گفته آنها تابعیت دوگانه دارند این نمایندگان مجلس به نام این اشخاص اشاره نکردند اما به نظر میرسد اشاره آنها به محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران باشد که گفته می شود تابعیت آمریکایی نیز دارد دفتر محمود احمدی نژاد ضمن رد ارتباط اتهامات محمد رضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد ماه پشت ابر نخواهد ماند در همین حال سه نماینده اصولگرای مجلس ایران نیز ضمن تکذیب اصولگرا بودن محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین مدعی شدند محکومیت وی به دلیل شکایت اصولگرایان بوده است دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران ضمن رد ارتباط اتهامات محمد رضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد که اتهامات آقای رحیمی با فرض صحت مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی است دفتر آقای احمدی نژاد در اطلاعی ای اعلام کرد در نحوه رسیدگی به این موضوع تعملات وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم. اما مردم می دانند و ما همیشه پشت ابر نخواهد ماند. در این اطلاعیه تاکید شده است تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی یک قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از جمله متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران است وی در خرداد سال 92 نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران گرفته بود و در دولت دوم آقای احمدی نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت پیش از آن نیز برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس نادران آقای رحیمی را متهم کرده بودند که پولهایی را از طریق جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع کرده است دفتر آقای احمدی نژاد در ادامه اطلاعیه تازه خود بدون اشاره به موارد مشخصی اعلام کرده است اطلاع رسانی صحوی یا عمدی نادرست و مبهم همانند ماجراهای بانکی و نفتی فرصتی را در اختیار مغرزان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین حجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت های نهم نه و دهم ده سازماندهی و اجرا نمایند. پس از اعلام حکم محکومیت محمد رضا رحیمی برخی از رسانه های ایران خواستار عذرخواهی آقای احمدی نژاد شدند. از جمله خبرگزاری ایرنا چهارم بهمن به نقل از سایت پارسین نوشت باید دید آقای محمود احمدی نژاد که در دوره ریاست جمهوریش وعده داده بود در صورت اثبات اتهامات رحیمی در تلویزیون عذرخواهی خواهی می کند تن به این کار خواهد داد یا همچنان بنا دارد با سیاست سکوت خود از رحیمی حمایت کند. در همین حال سه نماینده اصولگرای مجلس ایران ضمن تکذیب اصولگرا بودن محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین مدعی شدند که محکومیت وی به دلیل شکایت اصولگرایان بوده است حمید رسایی، علیرضا زاکانی و محمد دهقان از جمله نمایندگانی هستند که خواستار صدور رأی قاطع و سریع دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شدند زاکانی با طرح این ادعا که مهدی هاشمی رفسنجانی پرونده قطور و سنگین تری از محمد رضا رحیمی دارد، ابراز امیدواری کرد که قوه قضایی رأی قاطعی درباره او صادر کند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با تاکید بر اینکه اصولگرایان پیگیر پرونده رحیمی بودند از به گفته او سکوت اصلاح طلبان در مورد پرونده آقای رحیمی انتقاد کرده است آقای دهقان تصریح کرده است ما در مجلس هفتم و هشتم به واسطه ی سوابق و شاعبه هایی که در مورد دست داشتن در فساد وجود داشت با مسئولیت گرفتن وی مخالف بودیم. گفته های آقای دهقان در حالی بیان می شود که محمد رضا رحیمی با رأی نمایندگان مجلس هفتم به عنوان رئیس دیوان محاسبات که از دستگاه های زیر مجلس است انتخاب شد. انتقادهای اصولگرایان از محمد رضا رحیمی واکنش برخی از وبسایت های خبری و روزنامه های ایران را در پی داشته است. روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان آلزایمر نوشته است اینکه برخی گروه های سیاسی منتظر حکم محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم ده باشند تا به این بهانه به اظهارات و حمایت های عجیب و غریب رئیس دولت های نهم نه و دهم ده و حامیانش از پاک دستی این دولت ها و از جمله معاون اولش پاسخ گویند قابل انتظار بود. اما هیچ کس فکر نمی کرد که برخی اصولگرایانی که پیشتر حامی محمود احمدی نژاد بودند گوی سبقت را در این زمینه از دیگران بربایند. روزنامه شرق نیز ضمن بررسی روی کرده اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی تاکتیک این جناه را فرار به جلو توصیف کرده و نوشته است محمد رحیمی تا روز آخر دولت دهم ده در پست معاون اولی احمدی نژاد به ایفای نقش پرداخت. مرتزا حاجی وزیر دولت اصلاحات و عضو هیئت مدیره بنیاد باران به روزنامه شرق گفته است جریان اصولگرا در حال فرار رو به جلوست تا از تابلو شدن جریان خود با نام محمد رضا رحیمی جلوگیری کند. اما در حالی که برخی از نمایندگان مجلس ایران رأی صادر شده درباره آقای رحیمی را قطعی می‌دانند محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی نیز گفت که وی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی‌داند تیم ملی فوتبال کره جنوبی موفق شد با دو گل تیم ملی عراق را شکست دهد و پس از 27 سال به فینال جام ملت‌های آسیا برسد. کره جنوبی پیش از این دو بار قهرمان این جام شده بود. بازی دیگر نیمه نهایی بین استرالیا و امارات برگزار می شود و برنده آن در فینال در مقابل کره جنوبی قرار خواهد گرفت. داعش با انتشار ویدیویی که طی آن کشته شدن یکی از دو گروگان ژاپنی اعلام شد از توکیو خواست به جای پرداخت پول ساجده اریشاوی ار یک زن عامل انتحاری آزاد شود در غیر این صورت دومین دو گروگان نیز اعدام می شود شینزو نخست وزیر ژاپن هنوز اعلام نکرده که آیا توکیو درباره آزادی این زن عامل انتحاری به مذاکره می پردازد یا خیر اریشاوی ار تلاش کرد پس از اینکه همسرش خود را در یک مراسم ازدواج در هتلی در اردن در سال 2005 منفجر کرد خود را منفجر کند که دستگیر شد. اما آخرین خبر اینکه خبرگزاری رویترز اعلام کرد مذاکرات روز یک شنبه در یمن که با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور در جریان بود با خروج سه حزب سیاسی طرفدار رئیس جمهوری مستعفی بدون نتیجه ماند. این سه حزب اعلام کردند به دلیل پایبند نبودن گروه انصارالله الله به توافقهای قبلی از مذاکرات خارج شدند منصور خودی پنجشنبه شب به دلیل به بنبست رسیدن اختلاف ها با رهبران و حامیان انصارالله که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند استعفایش را به مجلس یمن ارائه کرد اما منابع خبری گزارش دادند منصور خودی در صدد پس گرفتن استعفایش است با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش <applause> use iran to its advantage in solving